دیشب تا حالا یه ویدیو از شعار هواداران تیم تراکتور سازی تبریز برای حمایت از ورود خانوم ها به ورزشگاه در فضای مجازی منتشر شده. منیژه حکمت هم با انتشار این ویدیو گفته همه زنان ایران و همچنین آقایون باید این پست رو تو صفحه های خودشون منتشر کنن. 31مین جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو در ژاپن در حال برگزاری و ترانه علی دوستی هم به عنوان یکی از پنج داور تو این فستیوال حضور داره. خبر خیانت مونیکا بلوچی به جواد کاظمیان به گوش شما رسیده؟ حالا اون که هیچی، باورتون میشه مونیکا علی انصاریان رو بغل کرد و صورتش رو به صورت علی چسبونده؟ باید بگم که اینا فقط نقاشی هستن و توسط یه طرفدار خوش‌ذوق و خلاق به اسم احسان شعبانی کشیده شده و تو این چند روز اخیر حسابی وایرال شده. حالا همه اینا یه طرف، اون اشکی که از چشمای جواد سرازیر شده یه طرف. جمعه آهنگ جدید تی ام بکس به اسم بوالی منتشر میشه. ولی قبل از اینکه شما این آهنگو بشنوید، بهزاد لیتو شنیده و مثل اینکه خیلی ازش خوشش نیومده. مثل من تو چی بلا علی بی مخلصم بزی خوبی؟ عشق منه آقای هنگ جایده رو که برام فرستادی و شنیدم. خب بوالا این راستش خیلی چرت بود آجی، یعنی روک برد بگیم. شادمهر عقیلی یه ویدیوی فوق‌العاده خلاق از خودش و دخترش منتشر کرده. یه خبر خوب برای طرفداری آریانا گرانده، تور جهانی کنسرت‌های آریانا از سال دیگه شروع میشه. آریانا اعلام کرده که 42 روز تور جهانیش رو از 18 مارچ 2019 از نیویورک شروع میکنه. این اولین توریه که اون میخواد در آمریکای شمالی بعد از بمب‌گذاری که تو منچستر در کنسرتش اتفاق افتاد برگزار کنه. اینم در آخر بگم که مجله فوربز لیست پردرآمدترین بازیگرهای خانوم در تلویزیون برای سال 2018 رو منتشر کرده. سوفیا وراگارا بازیگر معروف سریال مادر فامیلی نفر اول این لیسته. اون سالیانه 42.5 میلیون دلار درآمدشه. نفر دوم این لیست کیلی کوکو بازیگر سریال دی بیگ بنگ تئوری 24.5 میلیون دلار درآمدشه. و سومین نفر تو این لیست هم الن پامپئو بازیگر معروف سریال گریز آناتومیه که با 23.5 میلیون دلار تو این لیست قرار گرفته. برمیگردیم با ادامه برنامه با سحر و مرسا.